سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که دست کم 70% شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکارند. این دفتر وابسته به سازمان ملل افزوده است در حالی که اقتصاد افغانستان فروپاشیده، کسب و کارهای کوچک و متوسط همچنان در حال اخراج کارگران و کارمندان خود هستند. همزمان با این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده در حال حاضر حدود 15 میلیون 800 هزار کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بر اساس آمارهای یونیسف در سال جاری میلادی، حدود 2.3 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه و 875 هزار کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه حاد قرار دارند. یونیسف تأکید کرد که این وضعیت بحرانی افغانستان کودکان را در شرایط دشوارتری قرار داده و اساسی ترین حقوق آنان پایمال شده است. به گفته این نهاد سازمان ملل، فقر در افغانستان میلیون ها کودک را مجبور می کند برای کمک مالی به خانواده هایشان کار کنند و یافته های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می دهد که در بسیاری از موارد حتی کودکان زیر 6 سال هم در خیابان ها، مزارع یا در معادن به کارهای سخت مشغولند و از طرفی در چنین سنی در معرض انواع سوء استفاده قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه‌اش تأکید کرد که پس از قوانین سختگیرانه طالبان برای زنان به ویژه ممنوع کردن تحصیل و کار آنان، کودکان دختر از این قوانین سختگیرانه بسیار آسیب دیدند. دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایتالیا شهر ایسی با ما همراه هستند. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض ادب. سلام دارم به شما و همه بسندرکاران شبکه. بزرگوارید. آقای دکتر، با توجه به گزارش تازه سازمان بین‌المللی مهاجرت، اطلاعات شما از وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. این گزارشی که سازمان بین المللی مهاجرت منتشر کرده کاملا منطبق بر واقعیت است و گزارش هایی که ما هر روز از رسانه ها میشنویم و گزارش هایی که خود ما از داخل افغانستان داریم تایید میکنه که وضعیت افغانستان، وضعیت در واقع فقر و بیکاری در افغانستان خیلی حاد است و عواملش هم خب میتونه همین وابستگی اقتصادی افغانستان باشه که کشور، یعنی وضعیت در سابق هم بود اما الان بیشتر شده این وابستگی اقتصادی، و باز با آمدن طالبان و سلطه طالبان بر افغانستان تمام بخش های انکشافی اینا در واقع قبلا فعال بود، اینا غیر فعال شده و کارگران زیادی در این بخش ها الان بیکار هستند و همچنین نیمه از جامعه افغانستان را که زنان تشکیل میدهد و طالبان کارمندان زن را چه در ادارات دولتی و چه در ادارات خصوصی دیگه ممنوع کردن که سر کار نروند، خب اینا همشون باعث میشه که به جمع بیکاران افزوده بشه و همینطور فقر در جامعه گسترش پیدا بکنه، چون اینا همشون ناناور خانواده بودن و کاملا این گزارش منطبق بر واقعیت است. گزارش هایی که ما داریم تایید میکنه این گزارش رو که فقر و بیکاری در افغانستان نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است. آقای دکتر، همزمان با کاهش کمک های خارجی و وضع محدودیت ها در افغانستان، تداوم این وضعیت چه پیامدهایی رو در پی خواهد داشت؟ تداوم این وضعیت خب پیامدهای بسیار ناگواری را میتونه برای افغانستان داشته باشه، چون بیکاری سبب میشه که بسیاری از افرادی که متخصص هست اینها بیکار بشوند و دیگه از نیروی متخصص برای پیشبرد اقتصاد کشور استفاده نشه، و از سوی بیکاری سبب میشه که قدرت خرید افراد اون جامعه کاهش پیدا بکنه. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا میکنه طبعا و با کاهش قدرت خرید سطح رفاه زندگی مردم داره پایین میایه و این به خوبی الان هویدا و آشکار است در افغانستان که اکثر خانواده ها در افغانستان سطح زندگیشون خیلی پایین آمده نسبت به گذشته و
پیامد دیگه ای که میتونه داشته باشه است که نارضایتی عمومی را به دنبال داره این بیکاری و فقر در افغانستان. در هر حکومتی باشه این گونه هست که اگر فقر و بیکاری زیاد شود به دنبالش نارضایتی عمومی هست طبعا، و نارضایتی عمومی هم طبعا ممکن است باعث بحران‌های سیاسی در افغانستان بشه، و اینها همچنین میتوند پیامد دیگه ای که حالا میتونیم اضافه بکنیم است که مشکلات اقتصادی باعث یک سری مشکلات روانی میشه در انسان‌هایی که در اون جامعه زندگی میکنن، و این مشکلات روانی باعث بالا رفتن سطح جرم و جنایت هم در جامعه میشه، دزدی و جرم و جنایت‌های مشابه دزدی مثل کلاهبرداری، اینها در جامعه رشد پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه. اینها خب باز هم پیامد دیگه ای که میتونه به دنبال داشته باشه رکود اقتصادی را میتونه به دنبال داشته باشه که الان مشاهده است در افغانستان. اقتصاد افغانستان کاملا رو به رکود رفته است و هیچ پیشرفتی، هیچ توسعه‌ای در اقتصاد افغانستان مشاهده نمیشه، بلکه در واقع ما پسرفت کرده ایم. طبق بسیاری از گزارش ها ما برگشتیم به همون نقطه ای که در واقع 20 سال پیش ما از اونجا شروع کرده بودیم افغانستان را، و داشت رو به پیشرفت میرفت و دوباره برگشته به همون نقطه اول. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایتالیا شهر ایسی با ما همراه بودند.